در رتبه پنجم باکس آفیس این هفته فیلم مستانه به کارگردانی محمد حسین فرح‌بخش هست که با 4 هفته اکران 274 میلیون و 397 هزار تومان و در هفته گذشته 50 میلیون و 396 هزار تومان فروش داشته. اما نه یک زن عادی. سلام. یه هنرمند مشهور که مورد توجه و طبعا در معرض آسیب. مستانه. چون به من گفتن که به دلیل اتفاقاتی که توی حرفشون هست دوست دارن که اسم یه مرد بالا سرشون باشه و به من پیشنهاد دادن که با هم ازدواج کنم. پیشنهاد ازدواج رو قبول کردم به یه شرط. بازیگری رو بذاره کنم. مستانه، صورت دیگری از عشق. این فیلم روی موزلی متمرکز شده که شاید خیلی ها گرفتار شده باشن، ولی به علت فشارهای جامعه ترجیح میدن که بسوزن و بسازن تا اینکه از حق طبیعی خودشون دفاع کنن. در این فیلم مستانه که یک بازیگر مشهور سینماست با مسئله تعرض و منتشر شدن فیلم خصوصیش مواجه میشه، حادثه ای که مسیر زندگیش رو تغییر میده. موضوع این دادگاه تعرض و تجاوز به عنفه، نه محاکمه بازیگران سینما. شما بهتون تجاوز شده بود خانم. کمکم میکنی ازش شکایت کنم؟ محکم باش، نذار چیز متزلزلت. استدعا میکنم شأن خودتون رو رعایت کنید، شما ناسلامتی هنرمندی. اما زنهای زیادی بعد از وقوع تجاوز از ترس آبرو، قضاوت و یا نگاه جامعه سکوت میکنن. اتهام تعرض رو قبول دارین؟ نباید بذار این قضیه علنی بشه. و همچنین اتفاقاتی ناشی از توحش و بی ارادگی یکی از طرفینه. زن تا خودش نخواد مرد حتی نمیتونه بهش نزدیک بشه. فقط میخوام بدونم شما که مثلا مؤمن و معتقدی جواب خدا رو چطوری میدید؟ اما رابطه جنسی که هر دو طرف بهش اذعان کردن به اعتقاد من محرک اصلیش این خانمه. مستانه داستان زمانه است که مرهم زخم کهنه بجز نمک نیست. عشق، جنون، وحشت. در رتبه چهارم تراژدی به کارگردانی آزیتا موگویی با 2 هفته اکران 112 میلیون و 123 هزار تومان و در هفته گذشته 52 میلیون و 914 هزار تومان فروش داشته. وقتی نگاش میکنی حواسم هست، وقتی باش حرف میزنی حواسم هست، انگار ازش بیزاره. هم باد گرفتم از بس نگفتم. من میدونم شما هم دیگر میخواست به حرفایی هست که باید زد. الان وقتشه. من بهترین روزای زندگیمو تو این خونه با پدرتو گذروندم. تو ننمی، آقامی، همه کسو کارمی. نمیشه که خونه زندگی هزار تا کار گردنمه. مجبور نمیخوای نه؟ چی کار داری با ناموس مردم؟ ناموس مردمه؟ تو رو زنه زندگی منو سیاه کردی. مردی به نام قاسم برای جبران غرور از دست رفتش تصمیم عجیبی میگیره. حبیب نگران، زینب مردد، موسا سرگردان و پژمان بیخبر از همه است. اما اتفاق عجیبی در پیش میاد. اون چشم سیاهی را در وا نمی کنی؟ مهمون دارم، نمی فهمی؟ توی دیگه رو گیری تو کمیکی آوری خونه؟ چی؟ دو خیمخی دیگه ثابته؟ نه بابا، پشه و پدرم نرم معامل است دیگه پژمان جان. هر کدوم از دو طرف سعی میکنه بیشتر گیرش بیاد. 50 تومن هم میدی به من، برم خونه استاد پامال میکنم دیگه. من زندگی با پیش کنم. در رتبه سوم آتش بس 2 به کارگردانی تحمیلی میلانی با 13 هفته اکران 3 میلیارد و 996 میلیون و 648 هزار تومان و در هفته گذشته 55 میلیون و 621 هزار تومان فروش داشته. در این فیلم یک زوج جوان و تحصیل کرده که عازم سفری به خارج از کشور هستند، پس از سالها مشاور خانوادگیشون رو به طور اتفاقی در فرودگاه ملاقات میکنن. اونها در مدت زمانی که منتظر پروازشون هستن، اتفاقات سالهایی از زندگیشون در مدتی که مشاور اونها در خارج از کشور بوده رو با او مرور. یک شو بگو. یکیش این که از تو سیر شده. نقشت چیه؟ نقشه؟ آتش بس. من معتقدم در عفو لذتی هست که خودش در انتقام لذتی هست که در عفو نیست دیگه. نمیخواستی معشوقتو بیاری توی خونه؟ همون دختری که لباشو جیلتازجیت کرده و اینجوری. حسودیتون شد؟ بله شد. خب به تفاهم نرسیم، فردا محضر میبینم. لطفا بس کنیم. آتش بس. و اما در رتبه دوم باکس آفیس این هفته آنچه مردان درباره زنان نمی‌دانند به کارگردانی قربان محمدپور هست که با 4 هفته اکران 605 میلیون و 389 هزار تومان و در هفته گذشته 107 میلیون و 77 هزار تومان فروش داشته. این فیلم داستان دکتری را نقل می‌کنه که در فضای بیمارستان با دختری که 30 سال از خودش کوچیک‌تره آشنا و وارد رابطه میشه. این در حالیه که خودش هم همسر خوبی داره و هم سال‌هاست که با خانواده‌اش زندگی راحت و آرام داشته.
چه معنی داره مرد متأهل که خیر سرش دوتام زن داره با این اون بگی و بخنده؟ یه مدتی سرد شدی. بابا دیگران که میگن ماشاءالله ازا ماشاءالله. آها دیگران میگن. آخه مگه ممکنه یه زن متأهل با یه مرد غریبه اینجوری حرف بزنه؟ الهی قربونت برم. دلم گرفته. یه چنته بریز وام شد. من حال و حوصله خودمو ندارم چه برسه بچه؟ بیکر بیاد. آخه من منشی مرد از کجا گیر بیارم پسند جان؟ سلام، مطب دکتر فرهاد محمدی. اگه من راستشو بگم که زندگی مثلا میپاشه. چه کاری میکنی که اگه راستشو بگی زندگی دستم بپاشه؟ فکر کردی من زنتم؟ من عاشق زن دومم، همه چیز رو دومیش دوست دارم. این دختری کی بود؟ یه دختر فکر کنم یه پسر روسری سرش. من دست زنی بچه الهی من قربون قلب مهربونت برم. اسد اسد؟ قسم میخورم که به جز من با هیچ زنی رابطه احساسی و عاشقانه نداشته باشم. چه ایرانی چه خارجی. پای خارجی رو دیگه بسن نگیش بالا. تو خودت قند و نباتی، شکلاتی شکلاتی. آنچه مردان درباره زنان نمیدانند، نه نه، آنچه زنان درباره مردان نمیدانند. محمد رضا شریفی نیا، فاطمه گودرزی، سحر قریشی و فرزاد حسنی. عمرش قده یه گول بحقه. آنچه مردان درباره زنان نمیدانند. و بالاخره پرفروشترین فیلم هفته گذشته شیار 143 به کارگردانی نرگس آبیار است که با 5 هفته اکران 1,650,981,000 تومان و در هفته گذشته 199,302,000 تومان فروش داشته. خدا هشکی نبود. خیلی خدا هشکی نبود. نمیدونم. به خاطر اینکه اول خدا تنها بوده، بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده. این فیلم سری به پشت جبهه‌های دفاع مقدس میزنه و یک تصویر واقعی از یک زن دردمند ولی قوی رو نشون میده. در این نگاه زنانه به دفاع مقدس، بیننده شاهد انتظار مادری است که پسرش به جبهه رفت. یه پادشاهی بود، ادار دنیا فقط یه دختر داشت. دنیا آخره یعنی کجا؟ یعنی همونجا که آدم ها وقته. من میبینی گل مرجوقه؟ جا پسرتی شده؟ 6 ماه، یعنی 6 ماهش گذشته الان، پوستمونم کنده شده. یونس، ای با مادر تکه اومده و بالا وایساد منتظرته. شب الفت تا صبح خواب نمیره. راسته میگن همیشه حواست پرت بوده، انقدر که نزدیک بوده کار دست هم بدی. بله. ما حالا بگه چی بسری بچه ما اومده؟ هنوز هیچی معلوم نیخواد. اونجا گیر کردن، کاری نمیتونیم براشون بکنیم. میشه من خودم از نزدیک برم برای شناسایی؟ چیکار کنی؟ میزننه با توپ، میزننه. یونس الفت کجا پیدا کنم؟ مصطفی جلال خودم. چطور شده؟ بس ما بگو. آقا من دوباره یه خواب دیدم. یعنی الان چه شکلی شده؟ شیار 143.